هیچ نیرویی به گمان من، هیچ نیرویی در سقوط دکتر مصدق به اندازه روحانیت، آیت الله کاشانی، آیت الله بروجردی، آخوندهای مثل فلسفی مؤثر نبودن. تمام اسناد نشون میده که آمریکا و انگلیس وقتی به این نتیجه رسیدن که میتونن دکتر مصدق رو شکست بدن که کاشانی بهشون پشت کرد، آیت الله بروجردی به مصدق پشت کرد، روحانیت به مصدق پشت کردن و فکر کردن که خواستهای اونها رو برآورده نمیکنه. آیت الله کاشانی از مصدق میخواست بهائی‌ها رو از تمام ادارات بیرون بکنه، میخواست حجاب رو اجباری بکنه، و دکتر مصدق وایساد و گفت نه، کاشانی میخواست حق به تو داشته باشه در تعیین وزرای کابینه، دکتر مصدق گفت نه، اونها بهش پشت کردن و دکتر مصدق ضربه پذیر شد. این نخستین بار در کل تاریخ جهانی که رهبر یک کشور فقیر بالای چنین تریبونی میره و علیه گفتمانی حرف میزنه که گفتمان سنتی استعماره. مصدق این حرفو مطرح میکنه که این منابع طبیعی تو خاک کشور ماست و این تنها و تنها به عهده ماست که تصمیم بگیریم اونو چطور استفاده کنیم. هیچ کس تا اون روز در دنیای مدرن امروز و بالای چنین تریبونی چنین چیزی نگفته بود. سرسختی مصدق، سمفل و همکارانش رو به این نتیجه رسونده بود که تنها راه حفظ منافعشون کنار زدن مصدق و تئوری نزدیکی او به حزب توده کمک بسیاری برای دستیابی به این هدف بود. نقش من در واشنگتن به همراه یه همراه دیگه این بود که آمریکا رو قانع کنیم دکتر مصدق یک کمونیست خطرناکه و به نفع آمریکاست که از شرش خلاص بشه. این طور بود که نظر آمریکایی‌ها هم علیه مصدق تغییر کرد. در عرصه سیاست داخلی همپیمانان دیروز، چه چپ چه مذهبی و مشخصا آیت الله کاشانی که نفوذ زیادی در جامعه داشت، به دلایل مختلف از او روی برگردانده بودند و موقعیت مصدق از همیشه ضعیف‌تر شده بود. وقتی CIA تصمیم گرفت کودتا رو ترتیب بده، خیلی راحت این کارو کرد. در حالی که اگه یک سال قبل میخواست این کار رو بکنه به این راحتی موفق نمیشد. این خیلی داستان معروفیه که CIA هر دو طرف این دعوا رو تامین مالی میکرد، هر دو جناح، چه اون که طرف مصدق بود و چه اون که علیه مصدق بود. و وقتی شما مدارک مرتبط چاپ شده رو میخونین متوجه این مسائل میشی. آمریکایی‌ها به شکل مخفیانه یکی از مامورهای خودشون به اسم کرمیت رو میفرستن به ایران و اون شروع میکنه به رشوه دادن به ستون نویس‌ها و سردبیرهای روزنامه‌ها تا علیه مصدق مقاله‌های تخریب کننده چاپ کنه. به نماینده‌های مجلس رشوه میده و خب مشخصاً کم کم ائتلاف ملی که شکل گرفته بود از هم میپاشه و سیاستمدارها تصمیم میگیرن که دیگه نمیخوان از مصدق طرفداری کنن. روزولت یه داردسته کامل را میندازه و اعضاشو از میون لاتهایی پیدا میکنه که تو سبز میدون کار میکردن، کسایی که در محلات مختلف از مردم و کسبه پول زور میگرفتن. به این آدما پول میده تا تو خیابونهای تهران خرابکاری کنن، آبرین پیاده رو بزنن و به مساجد شلیک کنن، شیشه مغازه ها رو بشکنن و در این مدت هم فریاد بکشن که ما عاشق مصدقیم و زنده باد کمونیسم و مصدق. این البته ایده خیلی خوبیه، خب حتی به ذهن منم میرسه که همچین کاری بکنم، اما فکر عجیب و غریبی که به ذهن روزولت رسیده بود این بود که یه گروه دوم هم استخدام کنه تا این گروه اول رو بزنن. اون چه در نهایت اتفاق میفته اینه که خشونت وحشتناکی در کل شهر حاکم میشه. هیچ کدام از این دو گروه نمیدونستن که پولشون رو یه نفر داره میده یا اینکه دارن برای CIA کار میکنن. تنها چیزی که میدونستن این بود که یه پولی میگیرن تا تو شهر خرابکاری کنن و دلیلش هم لابد اینه که یکی دلش میخواد تو شهر خرابکاری بشه. اما پیامی که مردم عادی ایران از این اتفاقات میگرفتن این بود که نخست وزیر سابق ما کاملا کنترل کشور رو از دست داده، از پنجره هاتون بیرون نگاه کنید، هرج و مرج محضه. من فکر میکنم این اتفاقات در اون زمان بسیاری از ایرانی ها رو به این فکر انداخت که مصدق دیگه جوابگو نیست. مصدق باور شدید و عمیقی به دموکراسی داشت. براش قابل تصور نبود که پلیس رو بفرسته تو خیابون تا آبرین پیاده رو بزنن و بهشون بگن که خفه شید و گم شید خونتون. نظر مصدق این بود که مردم هر کدوم به شیوه خودشون نظراتشون رو بیان میکنن و در نهایت هم تصمیم درست رو میگیرن. من گاهی اوقات فکر میکنم مصدق زیادی سوی زندگی کرده بود. در نهایت کرمیت روزولت موفق شد. بخشی از این موفقیت به این خاطر بود که
به لحاظ روانشناختی شخصیت مصدق رو تحلیل کرده بود. او خیلی زیرکانه تهران و غرق در هرج و مرج آشوب کرد و همین باعث شد تا پلیس و یگانهای نظامی تیر آخر رو به سمت مصدق شلیک کنند که البته یه حدی از حمایت‌های مردمی هم در این ماجرا نقش داشت. I think that Mossadegh is a great man. من فکر میکنم که مصدق مرد بزرگیه، مرد سرنوشته، برای اینکه به خواست ملت مستقل ایران متعهد بود، اینکه کشور به شیوهی دموکراتیک اداره بشه و این خواست در سر تا سر قرن بیستم امید بخش و انگیزه بخش ایرانیان بوده. مصدق بدل به سمبولی از ایرانی ها شده، اما نه فقط سمبولی از گذشته باشکوه که البته چهره های دیگه هم سمبول اون هستن. مصدق سمبول چیزیه که ایرانی ها در آینده میخوان. فکر میکنم برنامه جالبی امروز برای شما باشه. میدونید که در این روزهای پایانی مرداد هر سال تنور گفتگو بر سر 28 مرداد داغ می شود. کودتا بوده، قیام ملی بوده، یک رویداد کناری بوده، 25 مرداد کودتا بوده، 28 مرداد جنبش اجتماعی و قیام ملی بوده، چیزهایی از این دست گفته می شود و در دو سوی این درگیری ها کسانی پیدا می شوند که بر روی با داده های تاریخی با هم به گفتگو می نشینند و کسانی هم با هرج و مرج و جنجال و دروغ پردازی و ریا و هوچی بازی. اصلا این هوچی بازی یکی از پدیده های پذیرفته شده در تاریخ سیاست دست کم نوین ایران هست. دوران مدرنیته ایران دوران هوچی بازی هم هست و آدم های هوچی به جاهای بلندی هم میرسند. یه نمونه از این هوچی هایی که به جایگاه بلندی هم رسیدادن بسیار باهوشی هم بود سید ضیاءالدین طباطبایی بود که جوانی بود که به یاری توانایی خامه‌ای که در دست داشت و یا روزنامه نگاری توانایی که بر روی می بود، روزنامه نگاری توانا و هوشیاری زیادی که می داشت در همون سنین پایین، توانست با هوچی بازی و کارهای از این دست خودش رو به عنوان یک شخصیتی که بریتانیا میتوانست بر اون سرمایه گذاری کنه شناسایی کنه و شناخته بشود و رهبری کودتای 1299 رو در دست بگیره. این کودتای 1299 خوشبختانه از گزند گفتگو بر سر اینکه کودتا بوده یا قیام ملی بر کنار بوده، چون همه میدانند که قیام ملی در کار نبوده، مردمی هم به خیابان نریختن، عده قزاق از قزوین را افتادن با پشتیبانی دولت بریتانیا، آیرون سایت هم از اونها جانبداری کرده، شخص رضا پهلوی هم، رضا پهلوی آینده هم در پیشاپیش قزاقان بوده و رهبری سیاسی این ماجرا رو سید ضیاءالدین در دست داشته، سید ضیاءالدین طباطبایی، یکی از شخصیت‌های کم شناخته تاریخ معاصر ایران. در مورد این کودتا کسی گفتگو نداره، همه میگویند کودتای 1299. حتی هواداران رضا شاه پهلوی، هواداران محمد رضا شاه، هواداران دولت پهلوی هم واژه کودتا رو از این رویداد 1299 بر نداشتن. همه پذیرفتن که کودتا بوده. چرا؟ چون کودتا یعنی یک گروه کوچکی حالا با قوه قهریه به قول معروف یا نیروی نظامی بر ساختار چیره قانونی یا رسمی کشور چیره بشود. دست بر قضا این است که کودتای 1299 کودتای خونینی نبود. چند نفر بیشتر در اونجا کشته نشدند و این کشته شدگان هم تصادفی بود، بنا نبود کسی کشته بشود. درگیری چندانی هم روی نداد. بگیر و ببند هم پس از کودتا آغاز شد. بیشتر بگیر و ببند هم پس از کودتا آغاز می شود.
ولی در جریان کودتا 1299 اعدامی روی نداد، کسی رو نکشتند و یعنی پس از کودتا و رفته رفته کشور آرام شد. در 28 مرداد هم چنین بود. در جریان 28 مرداد شمار بسیاری از مردم کشته شدند. بسیار که میگویم شاید 100-150 نفر اینگونه که گزارش داده شده در خیابانها کشته شدند. ولی پس از چیرگی دولت آقای زاهدی اعدامی به بهانه 28 مرداد روی نداد. حتی دکتر محمد مصدق در یک دادگاه علنی محاکمه شد. البته شواهد زیادی در دست است که میخواستند رو اعدام کنند و آمریکایی‌ها در این زمینه پافشاری کردند که نباید محمد مصدق رو اعدام کرد و حتی دادگاه رو به مرگ محکوم کرد و سپس محمد رضا شاه در رأی دادگاه تخفیف داد. خب من اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم. در این چند روز گذشته دوستان بسیاری با من تماس گرفتن از راه ایمیل، از راه تلفن که آقا پاسخ برخی از این یاوه‌هایی رو که در این تلویزیون‌های گوناگون و از جمله در همین تلویزیون هم پرت و پلاهایی که گفته می‌شود رو شما بدهید. من آنگونه پاسخ دادم که همیشه می‌دهم که آناتول فرانس به مردم وصیت کرده بود که با خوک پشتی نگیرید، چون خوک خوشحال می‌شود و شما کثیف. بنابراین من وارد گفتگو به حوزه درگیری های هوچی بازانه و جنجالی در این زمینه نخواهم شد و امروز بنابراین دارم که با شما جنبه هایی از این رویداد 28 مرداد رو میگویم که زخم ماجرا رو کم کنم. به داوری من کودتای 28 مرداد جنبه هایی از اون رو با شما در میان میگذارم که گمان میکنم از نقطه نظر تاریخی دارای ارزش برای امروز ایران است. یکی از سخنانی که شنیدم آدم های از جمله هوچی هایی که در این زمینه جنجال می کنند می گویند این است که این 28 مرداد رو تنها کمونیست ها و تودهی ها و کمونیست های پیشین و مذهبی ها رهبران دینی کودتا خواندند، دیگران اصلا به کودتا باور ندارند، این کودتا رو ساختند، کودتا نبود. خب بپذیریم، برای شاید چند ثانیه این رو بپذیریم. یکی از شخصیت‌های بسیار برجسته دوران پهلوی که شاید میتوان گفت در 20 سال پایانی دوران پهلوی، در درازای دورانی که شاه حتی پیش از اون، یعنی در دورانی که شاه هنوز پیش از 28 مرداد به جایگاه توانای پس از 28 مرداد نرسیده بود و تا 2 سال پیش از انقلاب 57 جایگاه برجسته‌ای در رایزنی با محمد رضا شاه را داشت، اسدالله علم است. هیچ کس نمیتواند در زمینه وفاداری اسدالله علم به محمد رضا شاه تردیدی داشته باشد. امیدوارم که برای نسل جوان کارگردان برنامه پیکره هایی را از جناب اسدالله علم که از بیرجند برخواسته در روی تلویزیون نشان دهد. بله، این آقای اسدالله علم است. اسدالله علم وزیر دربار بود، وزیر کار بود، وزیر در کابینه های گوناگون بود، نخست وزیر بود، ولی مهمترین کار او این بود که گوش محمد رضا شاه در دست اسدالله علم بود. یادداشتایی که امروز به جای مانده و عالی خانی، جناب عالی خانی با بسیار درایت فراوان اینها رو ویرایش کردند و به چاپ رسودند و به راستی باید جامعه ایرانی از ایشان سپاسگزار ایشان باشد. اسدالله علم که جایگاهی چنان توانا در رایزنی با پادشاه داشت، با محمد رضا شاه داشت، کسی بود که حتی در برابر نخست وزیری حسن علی منصور سنگ انداخت، جلوگیری میکرد، دیدگاه خوبی درباره منصور نداشت. حتی پس از کشته شدن منصور در یادداشت‌های خودش گفته که منصور به این دلیل کشته شد که چندان
جانب مردم رو نمی گرفت یا خودش رو بیش از حد بزرگ می کرد و تعریف کرد از هویدا که او این کار رو نمی کنه. خب کودتا ساخته و پرداخته یک بش کمونیست است. اصلا کودتایی در کار نبود. ببینیم که دیدگاه اسدالله علم درباره کودتا چیست. در روز در 11 ماه آذر سال 46 اسدالله علم چنین می نویسد. این اسدالله علمه، نه یکی از یاران مصدق، نه یکی از کمونیست ها، نه یکی از دشمنان پادشاهی. برجسته ترین مشاور محمد رضا شاه و در اون هنگام که این رو نوشته وزیر دربار شاهنشاهی میگوید که به عرض رساندم، یعنی به عرض محمد رضا شاه پهلوی به عرض رساندم. چه زمانی این رو سخن میگوید؟ یادآوری ماجرای 4 آبان است. این یادداشت در همون دوره ها نوشته شده. میگوید به عرض رساندم، خاطر مبارک هست وقتی محمد مصدق، البته محمد در نوشته ایشان نبوده، بنده افسودم، وقتی محمد مصدق آن اندازه ما را در زحمت گذاشته بود، 4 آبان برق می آمد. در رکاب مبارک با چه حالی به سعدآباد برگشتیم. اجازه بدید یک بار دیگه بخونم. به عرض رساندم خاطر مبارک هست وقتی مصدق آن اندازه ما را در زحمت گذاشته بود، 4 آبان برق می آمد، در رکاب مبارک با چه حالی به سعدآباد بازگشتیم. یعنی مصدق گرفتاری های ایجاد کرده بوده، محدودیت هایی برای پادشاه ایجاد کرده بوده بعد از ماجرای 30 تیر و سخن علم این است که بودجه اونها کاهش پیدا کرده بوده. میگوید که مصدق آن اندازه ما را در زحمت گذاشته بود، 4 آبان برق می آمد، در رکاب مبارک با چه حالی به سعدآباد برگشتیم. آنجا هم آتش نبود، گرما به گونه ای نبود که دلچسب باشه، نتونستند آتش روشن کنند. حالا من نمیفهمم آتش نبود یعنی چی، ولی گمان میکنم که کاخ سعدآباد گرم نبوده، سرد بود. من عرض کردم، نیک بیندیشی، من عرض کردم کودتا بفرمایید. این رو علم میگوید که در سال 1331 در آبان ماه سال 1331 به شاه گفته، والا داره یادآوری میکنه به اعلی حضرت. من عرض کردم کودتا بفرمایید، همان کاری که 9 ماه بعد شد. این کمونیست اسدالله علم است، حتما کمونیست بوده که این حرف رو زده. اسدالله علم در یادداشت‌هاش می‌نویسه که من به اعلی حضرت گفتم یادتون میآید که در 4 آبان سال 31 هنگامی که برف می آمد و ما به کاخ سعدآباد بازگشتیم و گرم نبود، سرد بود، آنچنان دلچرکین از رفتار مصدق شده بودیم که به اعلی حضرت بنده پیشنهاد کردم اعلی حضرت کودتا کنید، همان کاری که 9 ماه پس از آن کردیم. فرمودید هنوز زود است. این یادداشت های اسدالله علم است که عالی خانی، یکی از وزیران دوران پهلوی، از کسانی که به داوری من از انسانهای شریف دوران پهلوی بودند و توانستند اینها رو گرد بیاورند، گردآوری کنند و چاپ برسانند، منتشر کردند. اسدالله علم میگوید که من به اعلی حضرت یادآوری کردم، هوا سرد بود، کاخ سعدآباد هم گرم نبود و بنده به اعلی حضرت پیشنهاد کردم اعلی حضرت کودتا کنید، همان کاری که 9 ماه بعد کردیم. و اعلی حضرت گفتند که زود است. و امروز هوچی هایی می آیند و می گویند که این واژه کودتا را در مورد 28 مرداد عده تودهی و چپی و کمونیست پیشین و مذهبی و دشمنان ایران و انگلیسی ها و روس ها و آمریکایی ها ساختن. این یادداشت اسدالله علم پیش از انقلاب است، در سال 46
1346 این یادداشت رو نوشته. 11 سال پیش از انقلاب، 14 سال پس از کودتا، میگوید که به اعلی حضرت گفتم آقا کودتا کن، دمار از روزگار ما در آورده. ایشان گفتن زود است، ولی 9 ماه دیرتر این کار رو کردیم. یک بار واژه ها رو برای شما میخونم. به عرض رساندم خاطر مبارک هست وقتی مصدق آن انداز ما را در زحمت گذاشته بود. 4 آبان برف می آمد، در رکاب مبارک با چه حالی به سعدآباد برگشتیم. آنجا ما آتش نبود. من عرض کردم کودتا بفرمایید، همان کاری که 9 ماه بعد شد. فرمودید هنوز زود است. خب چرا این رو من خواندم؟ برای که بدانید که این افسانه که امروز میگویند 28 مرداد یک قیام ملی بوده یا یک رویداد بوده، خود هواداران پادشاهی هم در دوران پیشین این رو نمیپذیرفتند و میدانستند که کودتا کردند، و توجیهشان این بود که کودتا کردند تا جلوی قدرت کمونیست ها رو بگیرند، ولی میگفتند کودتا کردیم، باکی هم از این نداشتند. میگویند که این آقای کرمیت روزولت این خاطراتی که نوشته دروغین است، واژه کودتا رو او در واقع ضرب کرده. اسدالله علم به شاه گزارش داده که آقای روزولت در سودای چاپ خاطرات خودش است، سالها پیش از اینکه این خاطرات به چاپ برسه، میدونه که روزولت دارای دفتر دستک در ایران بود، معامله میکرد، دلال اسلحه بود، با شاه دیدار میکرد و بر پایه یادمانده های بزرگان ارتش ایران در اون دوره از جمله طوفانیان، شاه نه تنها با او دیدار میکرد بلکه دستور میداد که آنچه که روزولت میخواهد به ایران بفروشد این رو بپذیرند. یعنی روزولت چنین جایگاهی در ایران میداشت به پاس خدمتی که برای بازگشت پادشاهی در ایران کرده بود. اسدالله علم در یادماندش می نویسد که شاه به او پیشنهاد کرده که پولی بدهیم که روزولت یادمانده خودش رو به گونه‌ای بنویسد که به سود ما باشد، چون پادشاه ایران گمان می کرده که دستگاه CIA هم اجازه می دهد که خاطر نویسی بر پایه میل و سلیقه باشد. نمی دانسته که یک مأمور بلند پایه ای مانند آقای روزولت برای که یادمانده خودش رو به چاپ برسانه باید از چه سانسورها و ممیزی ها می گذشته و چند بار باید این یادمانده خوانده می شده، و گمان می کرده که او می تواند یادمانده ای بنویسد که به سود محمد رضا شاه باشد. برمی واژه کودتا نه تنها در باره 28 مرداد پذیرفته شده از سوی اسدالله علم است، هنگامی که جنب و جوش انقلابی در ایران بالا گرفت، یعنی انقلاب در آستانه انقلاب 57 ایستاده بودیم، محمد رضا شاه در سودای نجات تاج و تخت بود و دست به دامن چند نفر شد. این رو دیگر من نباید سند ارائه بدهم، همگان میدانند. نخستین کسی که محمد رضا شاه از او دعوت کرد برای نخست وزیری زنده یاد صدیقی بود، یکی از یاران نزدیک محمد مصدق و یکی از شریفترین شخصیت های تاریخ معاصر ایران، پایه‌گذار فکر یا آموزش جامعه شناسی مدرن در ایران، و کسی که هیچ ابهامی درباره شخصیت پاک او در میان خودی و غیر خودی نیست. همگان او رو به عنوان یک انسان نیک، انسان بسیار پاک و ایران دوست به راستی میپذیرفتند. صدیقی رو شاه خواست و به او پیشنهاد نخست وزیری کرد. صدیقی که در جریان کودتای
28 مرداد در کنار مصدق بود. صدیقی که یادمانده خودش رو از 28 مرداد نوشته و جزئیات رو در میان گذاشته. من به شما هم میهنان گرامی پیشنهاد میکنم بروید این یادداشت زنده یاد صدیقی رو درباره رویدادهای روز 28 مرداد بخونید. ببینید چند اندازه دردناکه. در جایی که میگوید مهندس رضوی هنگامی که حمله شده بود به کاخ نخست وزیری، یعنی کار یک سره شده بود، در حال حمله به کاخ نخست وزیری بودن. حالا به دروغ میگویند که 10 تانک به رهبری توده‌ای‌ها از کاخ نخست وزیری، کاخی نبود، خانه مصدق بود، از خانه مصدق پاسداری میکردند. چون میدونید که مصدق دفتر نخست وزیری رو خانه خودش آورده بود. از شاید یک ماه پس از آغاز زمامداری، درست یا غلط کار ندارم، ولی کار نخست وزیری در منزل او صورت میگرفت. در خیابان کاخ بود ولی کاخ نبود، خانه مصدق. به خانه مصدق حمله کردند برای چندمین بار، ولی این بار با توپ و تانک. به دروغ میگوین 10 تانک که توده‌ای ها بر اون رو هدایت میکردند در از این کاخ، از این خانه مصدق پاسداری میکردند. این پیکره خانه مصدق پس از ویران شدن در روز 28 مرداد است. آقای صدیقی میگوید مهندس رضوی برای اینکه سربازان مخالف تیراندازی را موقوف کنند، ملافه روی تخت خواب آقای نخست وزیر را برداشت و بیرون برد و به سربازان داخل حیاط داد که آن را روی بام نصب کنند. یعنی بگویم ما تسلیم شدیم، ما پذیرفتیم شما بردید. تیراندازی پس از تسلیم اعلامی هم بیرون دادن و پس از برافراشتن پارچه سفید همچنان به شدت از طرف مخالفین دوام داشت و ظاهرا اصرار به گرفتن اعلامیه برای تضعیف قوای مدافع و تشجیع قوای مهاجم و شاید انتشار آن به خاطر تسلیم طرفداران دولت در تهران و شهرستان ها بود و بر طبق نقشه مهاجمین بایستی به کار خود ادامه دهند تا به نتیجه برسند. میگوید که بر روی توپ و تانک رو به طرف خانه مصدق آوردند و بنابراین داشتن که او رو بکشند و چنین هم کردن در زمینه ویران کردن خانه او. همین صدیقی در گیرودار انقلاب 57 کسی است که محمد رضا شاه برای نخست وزیریان از او دعوت می کند و در گفتگوی با محمد رضا شاه می گوید شما کودتا کردید. کمونیست بوده صدیقی و شرطی رو پیش میگذارد که محمد رضا شاه نمیپذیره. میگوید من نخست وزیر رو میپذیرم مشروط به اینکه شما در ایران بمانید، از ایران نروید. زنده یاد بختیار که این نخست وزیر رو میپذیره و میپذیره که شاه از ایران خارج بشه، نخستین مصاحبه مطبوعاتی او در برابر پیکره مصدق در پشت سر او قرار داشت با نقد به کودتای 28 مرداد آغاز میشود. هیچ کس در اون زمان اعتراض نکرده. خب ببینید امروز به جای بزرگ کردن مصدق، به جای نقد به رفتاری که به برانداختن او انجامید، در این آتش نقد به مصدق نفت میریزند و بنزین میریزند و مصدق و مصدق و سلطنه، حرامزاده، نوکر بریتانیا و چیزهایی از این دست میخوانند و بیم و حراسی هم ندارند که با ویران کردن چهره مصدق و قیام ملی خواندن 28 مرداد چیزهایی از این دست و رو کردن اسناد جعلی و ساختگی کوشش کنند که چهره ای از او بسازند که به راستی دشمن مردم، دشمن آینده ایران بوده و حتی برخی میکوشند که رویدادهای انقلاب 57 رو به سینه مصدق و یاران مصدق سنجاخ کنند. من به این هواداران سینه چاک پادشاهی که در پاسداری از پادشاهی حتی به پادشاهی هم زیان میرسانند اندرز میدهم که به سخنان رضا پهلوی گوش فرا دهید، نه سخنان من.
سخنانی که شاهزاده رضا پهلوی سالیان پیش درباره مصدق گفت. چرا ایشان بار دیگر این سخنان رو تکرار نمی کنند تا اینهایی که چنین حرفای ناشایستی درباره مصدق می زنند به خود بیایند؟ از کارگردان برنامه درخواست می کنم که این سخنان رضا پهلوی رو که نزدیک به 20 سال پیش درباره مصدق گفتند در این برنامه پخش کنند. شدن از مدیگرایی و حسنیت مدیگر شدن دکتر محمد مصدق به خاطر مدیگرایی و سلطنت با تأکید در این است که شاه باید سلطنت کنند و حکومت بیش از هر طرح دیگری نحو خود را در تاریخ 50 ساله اخیر ایران برپا گذاشت. حالا شما در این باره چیست؟ من فکرم که دکتر مصدق یکی از شخصیت های برجسته ناسیونالیست ایران بوده و حتی خواهد بود. صدرالدم یکی از چهره های برجسته تاریخ مملکت باید که همیشه شناخته شده باشه و هرچی از شما باید نظر من حرف کاملا صحیحی بود و در آن مورد برای کسانی که صحبت هم دارم بگم که طرفداران سرسخت دکتر مصدق به خود من همیشه گفتن که یک سلطنت طلب واقعی بود و اعتقاد داشت به سیستم و میدونست که فرد یک پادشاه به عنوان یک سمبل مملکت و رهبر مملکت با رئیس حکومت یا رئیس حزبی تفاوت فاحشی داره. این یکی نیست که باید از آثارا بگم که تمام این بحثهایی که متاسفانه در صحنه هست واقعا بیاساسه و به نظر من دکتر مصدق در رده تمام بزرگان تاریخ مملکت هست و خواهد بود و من شخصا احترام خاصی برای فعالیت و ارغ میهن موسیقی ناسیونالیسمی که این شخص در تاریخ ما داشته دارم و خواهم داشت و هر کسی که به این مسئله اعتقاد نداشته باشه باید بیان متاسفانه اون اعتقاد راسته خود ناسیونالیسم ایران نمیتونه داشته باشه. خب همیهنان گرامی، این سخنان من جمهوری خواه هوادار مصدق نیست، این سخنان شاهزاده رضا پهلوی است که میگوید شاه باید سلطنت کند نه حکومت. میگوید مصدق، نقش مصدق به عنوان رئیس حزب با نقش شاه به عنوان رهبر حکومت با یکدیگر جداست. سخنی که مصدق در تمام زندگیش گفته و هواداران مصدق در نقد به کودتای 28 مرداد همچنان دنبال میکنند. شاه باید سلطنت میکرد نه حکومت. شاه نمیباید در امور سیاسی کشور مداخله آشکار میکرد و امروز کسانی میگویند که خیلی قانون اساسی ایران اجازه داده شاه هر کاری میخواهد بکند، حتی قانون گذاری کند. برخی آمدند و میگویند که بر پایه فلان اصل قانون اساسی اصلا شاه حق قانون گذاری داشته. خب آشنا به مفاهیم قانونی نیستند، حقوقدان نیستند، نمیدانند که تفسیر از یک اصل حقوقی رو چگونه باید کرد و این رو چگونه باید به سنت و روش و رفتار پس از آن پیوند داد. راستی این است که بنا بوده بر پایه قانون اساسی شاه از مسئولیت مبرا باشد، شاه سلطنت کند و نه حکومت. و دکتر محمد مصدق به درستی آقای رضا پهلوی گفتند تا پایان عمر وفادار به پادشاهی در ایران بود، مخالفتی با پادشاهی در ایران نداشت. گرفتاری در این بود که او رو برانداختند، آن هم به کمک دو دولت نیرومند خارجی با کمک CIA و اینتلیجنس سرویس. یک بار دیگر من از کارگردان برنامه درخواست میکنم برای اینکه کسانی که همچنان به مصدق میتازند فراموش نکنند این مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی رو پخش کنند. سوال از مدیگرایی و حاکمیت مدیگر شدن دکتر محمد مصدق به خاطر مدیگرایی سرعت نفت و تأکید در این است که شاه باید سلطنت کند نه حکومت بیش از هر طرح دیگری نحو خود را در تاریخ 50 ساله اخیر ایران برجا گذاشت. نظر شما در این مورد چیست؟ من فکرم که دکتر مصدق یکی از شخصیت های برجسته ناسیونالیست ایران بوده و حتی خواهد بود و دادن یکی از چهره های برجسته تاریخ مملکت باید که همیشه شناخته شده باشه و حتی از اون به نظر من حرف کاملا صحیحی بود و در آن مورد برای کسانی که صحبت هم دارن بگم
به طرفداران سرسخت دکتر مصدق به خود من همیشه گفتن که یک سلطنت طلب واقعی بود و اعتقاد داشت به سیستم و میدونست که فرد یک پادشاه به عنوان یک سمبل منطق در رهبر مملکت و رئیس حکومت یا رئیس حزبی تفاوت فاحشی داره. این یه چیزی که باید سلاسالا بگم که تمام این بحثایی که متاسفانه در صحنه هست واقعا بیاساسه و به نظر من دکتر مصدق در رده تمام بزرگان شبکه مملکت هست و خواهد بود و من شخصا احترام خاصی برای فعالیت و ارغ میهن موسیقی نوستانیزمی که این شخص تاریخ ما داشته دارم و خواهم داشت و هر کسی که به این مسئله اعتقاد نداشته باشه باید بیان متاسفانه اون اعتقاد راسته خود نوستانیزم دارن نمیتونه داشته باشه. خب خوشحالم که این سخن رضا پهلوی رو شنید. من نه هوادار ایشون هستم، نه همکار ایشون هستم، نه در راه ایشون هستم. بر این باور هستم که جریان‌های گوناگون جامعه ایران اگر درست بیاندیشند و معتدل فکر کنند و با آینده ایران بیاندیشند باید این گونه سخن بگویند که دشمنی برانگیزانده نباشه. البته شور وقتا که خود آقای رضا پهلوی درباره کسانی که امروز چنین ناسزاهایی رو درباره مصدق میگویند سکوت میکنند و از جمله در برنامه هایی که با نام ایشان و با مهر ایشان در تلویزیون ها پخش میشود یا سوی هواداران ایشان پخش میشود دروغهایی رو درباره مصدق و 28 مرداد و چیزهایی از این دست پراکنده میکنند. امیدوار هستم که این روش بیشتر در پیش گرفته شود، نه روشی که امروز روان و پذیرفته است. من جمهوری خواه هستم، من به آینده پادشاهی در ایران باور ندارم، ولی بر این باور هستم که هواداران پادشاهی می توانند اگر به دموکراسی باور داشته باشند جایگاهی در کشور ما داشته باشند، همون گونه که هواداران جریان های اسلامی چپ ایران و نیروهای دیگر هم باید در آینده ایران جایگاه داشته باشند، از امنیت اونها، در امنیت سیاسی اونها دفاع بشود، از حقوق اونها دفاع بشود. ولی با این جنجال هایی که امروز، دروغ پردازی هایی که امروز درباره زنده یاد مصدق و 28 مرداد و چگونگی برانداختن او در جریان است و همه چی رو توجیه میکنن و حتی مصدق رو آشکار و نهان عامل انگلستان میخوانند، اینها با هم نمیخوانند. بگذاریم که محمد رضا شاه هم در یادمانده خودش محمد رضا مصدق رو عامل انگلستان خونده، ولی از ملی شدن صنعت نفت پشتیبانی کرده و اون رو یکی از دستاوردهای دوران پادشاهی خودش دانسته. و یکی از گرفتاری های جامعه ما هم در این هست که ما با این نوع ابتذال سیاسی روبرو هستیم. به جای اینکه به تاریخ 100 سال 150 سال گذشته ایران از یک دیدگاه واقع گرایانه و معتدل و درست نگاه کنیم، این رو تبدیل به جنجال میکنیم، به ناسزاگویی میپردازیم. اگر من در برنامه بیایم و اشاره کنم که در دوران رضا شاه کارهای نیکی هم روی داده، اونهایی که سخت مخالف رضا شاه هستند به من خورده میگیرند. و این سوی داستان هم در این است که هیچ کس از شمار یا بسیاری از شمار هواداران پادشاهی، به ویژه این سینه چاکان هواداران پادشاهی، حاضر نیستند بگویند که دکتر محمد مصدق رهبر جنبش ملی ایران برای ملی شدن صنعت نفت بود و به نادرست او رو برانداختند، محاکمه کردند، به زندان انداختند، به جرم تمرد، خیانت، حتی محکوم به اعدام کردند و البته تخفیف دادند و سپس او رو خانه نشین کردند. این ویران ساختن خانه او، همین پیکره‌ای که نشان داده شد، همکار ما در همکار من در تلویزیون اندیشه جناب بهروز این رو نشان دادند و بار دیگر امیدوارم نشان بدهند. گواه چیست؟ یک برکناری ساده زنده یاد مصدق بوده. این خانه مصدق است، این ویران شده خانه مصدق است در خیابان کاخ، پیکری که پیشتر دیدید، پیکری که سربازان در حال حمله به خانه مصدق هستند، این خانه مصدق است، این نخست وزیری ایران است که سربازان
نشانه گرفتن به سوی خانه مردی که هیچ سلاحی جز یک تپانچه کوچک زیر بالش نگذاشته، از بیمهراس فدایان اسلام در اون وجود نمی داشته. میگویند که توپ از این خانه دفاع می کرده. کدام توپ و تانک در این خانه بوده؟ میگویند که اوباش در براندازی مصدق نقش نداشتند. این پیکری که بر ماشین می بینید که خانم ملکه اعتزادی است از رجاله های معروف تهران، یکی از صدها پیکره ایست که امروز در دست ماست درباره آن روز. همین ها ریختن خانه مصدق رو ویران کردن. ببینید یک باجه روزنامه رو آتش زدند، چون با دانش، با آگاهی، با روزنامه، با همه اینها مخالف بودند. این که فرایند قانونی برای برکناری یک نخست وزیر نبوده. میگویند که اوباش در برکناری مصدق اصلا نقش نداشتن. اینها دروغه، قیام ملی بوده. خب در این دقایق پایانی برنامه من برای شما فرصت نیست که سند رو نشان بدم، ولی سندی رو برای شما میخوانم. سندی است که در تاریخ 16 آبان 1332 با شماره 256 از سوی رئیس تشریفات دربار آقای بهبودی به جناب رئیس ستاد ارتش که اون موقع باتمان قلیچ بوده فرستاده شد. اوباش در 28 مرداد نقش نداشتند، مردم بودند. میهن پرستانه مصدق رو برانداختند. خدمت تیمسار سرلشکر باتمان قلیچ ریاست محترم ستاد ارتش، اعلی حضرت همایون شاهنشاهی امر و مقرر فرمودند از مدال یا نشانی که به نام قیام 28 مرداد طی می نمایید، یادآوری می کنم تاریخ رو، 16 آبان 1332، چند ماه پس از کودتا، اعلی حضرت همایون شاهنشاهی امر و مقرر فرمودند از مدال یا نشانی که به نام قیام 28 مرداد طی می نمایید به اشخاصی از قبیل آقایان شعبان جعفری و طیب که حقیقتاً با دوستان و همراهان خودشان فداکاری کردند مرحمت شده و زحمات آنها قدردانی شود. البته طیب رو با نام کوچک و شعبان جعفری رو با نام کامل می نویسند. بگذاریم که شعبان جعفری نقش کمتری از طیب در این ماجرا داشته. چهار دسته اوباش در این جریان درگیر بودند که طیب رهبر یکی از اونها بوده. از اشخاصی از قبیل آقایان شعبان جعفری و طیب که حقیقتاً با دوستان و همراهان خودشون فداکاری کردن مرحمت شده و زحمات آنها قدردانی شود. ضمناً اسامی عده از آنها را پیوست ارسال می‌دارد تا در صورت موافقت کمیسیونی که برای این کار تشکیل می‌شود تیمسار نخعی و آقای حسن کلانتری که شناسایی کامل دارند حضور یافته و صورت جامعی تهیه نمایند تا بعداً اشکالی پیش نیاید. یعنی یه بار دیگه اینا نریزن خیابان گرفتاری برای ما پیش به وجود بیارن. رئیس تشریفات در زیر این نامه به خط خودش چنین نوشته: از شرف عرض پیشگاه شاهانه گذشت، مقرر فرمودند چرا تا به حال اقدام نشده فوراً کمیسیون رسیدگی و اشخاصی که فداکاری کردند تشویق شوند. فداکاری کردند برای بازگشت پادشاهی. این شخصیت ها کی بودند؟ این نامی که ایشان فرستادند چه کسانی هستند؟ طاهر رضایی، رضا ترابی، رضا مخملی، رضا قائمی، اکبر نجار، برادران طاهری، ناصر حسن خانی، استاد اصغر استاد علی نقی. این خیلی جالبه، این معروف به اصغر سسکی. این ناصر حسن خانی هم همون ناصر جگرکیه که پیش از 28 مرداد یه قصابخانه داشته و بعد از اون با فراک عکسش هست که رفته کاخ مدال بگیره. افراد دیگه: حسین رمزون یخی،
برادرش تقی اسماعیل‌پور، اصغر بنایی، حسین خداداد، هادی محمدعلی، حسین آقا مهدی یا مهدی، قدم‌علی محمدرضایی و علی جنایی و یه تعداد دیگه. البته این کمیسیونی که تعیین کردن کیا هستن؟ تیمسار نخعی که قبلا بیشتر سرهنگ بوده، رئیس شهربانی بوده، رئیس کلانتری ها بوده باشی در شهربانی، و آقای حسن کلانتری. آقای حسن کلانتری همون حسن هفت رنگه. حسن هفت رنگ سردسته لاتهای کاشی تهران بوده که با آقای بهبهانی، آیت الله بهبهانی مربوط بوده. به اینها مدال دادند. ببینید در آبان ماهی که مصدق رو به زندان زرهی بردند، او رو دارن محاکمه میکنند، به 21 نفر از لاتهای تهران مدال دادند. پس از اون هم زمین به برخی از اونها دادند و بعد میگویند که در 28 مرداد اینها نقش نداشتند. اگر نقش نداشتند، چرا محمد رضا شاه پهلوی دل مشغول پاداش به کسانی بودی که در راه او جانبازی کردند؟ این پیکره مصدق است که در هنگامی که به اون لاتها دارند مدال میدهند، از کامیون ارتشی پیاده میکنند برای محاکمه. مردی که آقای رضا شاهزاده رضا پهلوی به درستی میگویند مسئول ملی کردن صنعت نفت ایران بوده، رهبر ملی ایران بوده، با اون چنین رفتاری کردن. و امروز کسانی به خودشون اجازه میدن به نام طرفداری از پادشاهی با اون چنین آب و تابی دروغ بگوین و باز هم چهره این مرد رو پوشش کنن که ویران کنن، اما نخواهند تپانست. و این رو هم به نظر من بایستی اضافه کرد، هیچ نیرویی به گمان من، هیچ نیروی در سقوط دکتر مصدق به اندازه روحانیت، آیت الله کاشانی، آیت الله بروجردی، آخوندهای مثل فلسفی مؤثر نبودن. تمام اسناد نشون میده که آمریکا و انگلیس وقتی به این نتیجه رسیدن که میتونن دکتر مصدق رو شکست بدن که کاشانی بهشون پشت کرد، آیت الله بروجردی به مصدق پشت کرد، روحانیت به مصدق پشت کردن و فکر کردن که خواستهای اونها رو برآورده نمیکنه. آیت الله کاشانی از مصدق میخواست بهائی‌ها رو از تمام ادارات بیرون بکنه، میخواست حجاب رو اجباری بکنه، و دکتر مصدق وایساد و گفت نه. کاشانی میخواست حق به تو داشته باشه در تعیین وزرای کابینه، دکتر مصدق گفت نه. اونها بهش پشت کردن و دکتر مصدق ضربه پذیر شد. این نخستین بار در کل تاریخ جهانی که رهبر یک کشور فقیر بالای چنین تریبونی میره و علیه گفتمانی حرف میزنه که گفتمان سنتی استعماره. مصدق این حرف رو مطرح میکنه که این منابع طبیعی تو خاک کشور ماست و این تنها و تنها به عهده ماست که تصمیم بگیریم اونو چطور استفاده کنیم. هیچ کس تا اون روز در دنیای مدرن امروز و بالای چنین تریبونی چنین چیزی نگفته بود. سرسختی مصدق، سمفل و همکارانش رو به این نتیجه رسونده بود که تنها راه حفظ منافعشون کنار زدن مصدقه و تئوری نزدیکی او به حزب توده کمک بسیاری برای دستیابی به این هدف بود. نقش من در واشنگتن به همراه یه همراه دیگه این بود که آمریکا رو قانع کنیم دکتر مصدق یک کمونیست خطرناکه و به نفع آمریکاست که از شرش خلاص بشه. این طور بود که نظر آمریکایی‌ها هم علیه مصدق تغییر کرد. در عرصه سیاست داخلی همپیمانان دیروز چه چپ چه مذهبی و مشخصا آیت الله کاشانی که نفوذ زیادی در جامعه داشت به دلایل مختلف از او روی برگردانده بودند و موقعیت مصدق از همیشه ضعیف‌تر شده بود. وقتی CIA تصمیم گرفت کودتا رو ترتیب بده خیلی راحت این کارو کرد.
در حالی که اگه یک سال قبل میخواست این کار رو بکنه به این راحتی موفق نمیشد. این خیلی داستان معروفیه که CIA هر دو طرف این دعوا رو تامین مالی میکرد. هر دو جناح، چه اون که طرف مصدق بود و چه اون که علیه مصدق. و وقتی شما مدارک مرتبط چاپ شده رو میخونین متوجه این مسائل میشی. آمریکایی ها به شکل مخفیانه یکی از مامورهای خودشون به اسم کرمیت رو میفرستن به ایران و اون شروع میکنه به رشوه دادن به ستون نویس ها و سردبیر های روزنامه ها تا علیه مصدق مقاله های تخریب کننده چاپ کنه. به نماینده های مجلس رشوه میده و خب مشخصا کم کم ائتلاف ملی که شکل گرفته بود از هم میپاشه و سیاستمدارها تصمیم میگیرن که دیگه نمیخوان از مصدق طرفداری کنن. روزولت یه دار دسته کامل را میندازه و اعضاشو از میون لاتهایی پیدا میکنه که تو سبز میدون کار میکردن، کسایی که در محلات مختلف از مردم و کسبه پول زور میگرفتن. به این آدما پول میده تا تو خیابونهای تهران خرابکاری کنن، آبرین پیاده رو بزنن و به مساجد شلیک کنن، شیشه مغازه ها رو بشکنن و در این مدت هم فریاد بکشن که ما عاشق مصدقیم و زنده باد کمونیسم و مصدق. این البته ایده خیلی خوبیه. خب حتی به ذهن منم میرسه که همچین کاری بکنم، اما فکر عجیب و غریبی که به ذهن روزولت رسیده بود این بود که یک گروه دوم هم استخدام کنه تا این گروه اول رو بزنن. اون چه در نهایت اتفاق میفته اینه که خشونت وحشتناکی در کل شهر حاکم میشه. هیچ کدام از این دو گروه نمیدونستن که پولشون رو یه نفر داره میده یا اینکه دارن برای CIA کار میکنن. تنها چیزی که میدونستن این بود که یه پولی میگیرن تا تو شهر خرابکاری کنن و دلیلش هم لابد اینه که یکی دلش میخواد تو شهر خرابکاری بشه. اما پیامی که مردم عادی ایران از این اتفاقات میگرفتن این بود که نخست وزیر سابق ما کاملا کنترل کشور رو از دست داده. از پنجره هاتون بیرون نگاه کنین، هرج و مرج محضه. من فکر میکنم این اتفاقات در اون زمان بسیاری از ایرانی ها رو به این فکر انداخت که مصدق دیگه جوابگو نیست. مصدق باور شدید و عمیقی به دموکراسی داشت. براش قابل تصور نبود که پلیس رو بفرسته تو خیابون تا آبرین پیاده رو بزنن و بهشون بگن که خفه شید و گم شید خونتون. نظر مصدق این بود که مردم هر کدوم به شیوه خودشون نظراتشون رو بیان میکنن و در نهایت هم تصمیم درست رو میگیرن. من گاهی اوقات فکر میکنم مصدق زیادی سوء زندگی کرده بود. در نهایت کرمیت روزولت موفق شد. بخشی از این موفقیت به این خاطر بود که به لحاظ روانشناختی شخصیت مصدق رو تحلیل کرده بود. او خیلی زیرکانه تهران رو غرق در هرج و مرج آشوب کرد و همین باعث شد تا پلیس و یگانهای نظامی تیر آخر رو به سمت مصدق شلیک کنند، که البته یه حدی از حمایت‌های مردمی هم در این ماجرا نقش داشت. I think that Mossadegh is a great man. من فکر میکنم که مصدق مرد بزرگیه، مرد سرنوشته. برای اینکه به خواست ملت مستقل ایران متعهد بود، اینکه کشور به شیوهی دموکراتیک اداره بشه و این خواست در سر تا سر قرن بیستم امید بخش و انگیزه بخش ایرانیان بوده. مصدق بدل به سمبولی از ایرانی ها شده، اما نه فقط سمبولی از گذشته باشکوه، که البته چهره های دیگه هم سمبول اون هستن. مصدق سمبول چیزیه که ایرانی ها در آینده میخوان.